گوش کنید عمو جان، شما چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد، من برای پیدا کردن ردی از نیلوفر هر کاری که لازم باشه میکنم و هر جایی که لازم باشه میرم. شما هم تنها کسی هستی که میتونی به قانون و به پلیس برای پیدا کردن اسفندیار کمک کنی. نه اینو از من نخواه. اما شما باید این کارو بکنید، به خاطر نیلوفر و به خاطر همه جوانایی که سرنوشت مشابه نیلوفر پیدا کردن. نه نمیتونم. چرا نمیتونید؟ اون قاتل دختر شماست، قاتل همسر منه و قاتل تموم دختر پسرهاییه که فریب زندگی پر زرق و برق و کثافت اونو خوردن. نه یونس، برو از اینجا، برو. خیلی خوب باشه، من از اینجا میرم. فقط یه چیز دیگه بهتون میگم، این آخرین شانس شماست، شاید بخشیده شدید. بخشش؟ بله بخشش، بخشش همسرتون زنم و زینت که هر جای این خونه رو نگاه میکنم محبتش یادم میافته. دخترتون نیلوفر، برادرتون جلال، مادرم زیور و همه کسایی که زندگیشون تباه شد. و من برادرزادتون، منی که همیشه تو اعماق نگاه شما نگاه پدری رو جستجو میکردم که تمام عمر از محبتش محروم بودم. منی که با همه این چیزایی که داریم میگی بازم دوستتون دارم. بس به هم بگید، همه چی رو به هم بگید. میگم همه چیزو میگم، فقط قرصام داروام من این موضوع رو به پوریا اطلاع میدم، ما تو اولین فرصت میایم به دیدنتون. شما تو این فاصله سعی کنید همه چیزو برای اعتراف آماده کنید. ولی یونس، سلام. شما اینجا چیکار میکنید؟ من اومدم بگم که فکرمو کردم و حاضرم با شما همکاری کنم. خوبه، پس یه آدرس که بشه پیداش کرد. بیفایده است، پدرش هم ازش بیخبره، آدرس دیگه هم ازش ندارم. مفهوم شد، تمام. بیکار، هنوز خبری نشده؟ هنوز هیچ خبری نشده جناب سرهنگ. گزارش شده نامزد طرف مراجعه کرده، خواسته همکاری کنه. بله. منتها چون حال روحی مناسبی نداشت، فکر کردیم اگر بره خونه بهتره. باز شروع کردی بیکار؟ هنوز 24 ساعت از آخرین توبیخت نگذشته. به تو دیوانه شدی سرهنگ؟ تو فکر کردی کجا داری زندگی میکنی؟ یه دیوانه زنجیری اون بیرون داره بری میگرده، جون و مال مردم در خطر انداخته، بعد تو میگه حق تصمیم گیری؟ چاره ای نبود جناب سرهنگ، چاره ای نبود. اون دیوونه ای که شما الان دارین ازش صحبت میکنین نامزد این دختره و اون پسر به خاطر این دختر همه این کارا رو میکنه. بهتر
سریعا دختره رو دستگیر میکنین و با یه بازجویی قانونی مفصل اون جایی خطرناکو. مفهوم شد؟ بله قربان چشم. بازم شما؟ به خاطر نیلوفر، فقط همین یه بارو. به خدا دیگه سر راهتون سبز میشم. کاش نمی اومدی خانم سایه. به خاطر نیلوفر من تمام گذشتم و نیلوفر رو فراموش کرده بودم، اما شما با اومدنتون باعث رنج و عذاب من شدین و گذشته ها رو به یادم آوردین. فقط به من بگین زنده است، خواهش میکنم، فقط همین یه جواب. زنده است؟ آره زنده است، یعنی شبیه زنده هست. کجاست؟ من چیز زیادی از اون نمیدونم. من نیلوفر رو فراموش کردم. به خاطر اون رفاقت ها فقط یه آدرس، یه نشونه، خواهش میکنم. کبیر. کبیر؟ رستوران کبیر. دیگه؟ و دیگه؟ هیچ وقت سراغ من نگیر، فهمیدی؟ شینوس تویی؟ آره منم، همسفر رویاهای کانادا. بی خبر برگشتی؟ تو اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ اتفاقی، از طریق نامزد نیلوفر، اونو که یادت هست. صدفان بهگر؟ نترس، اون آدم با احساسیه، حق داره راجع به همسرش ناراحت باشه، حق داره کنجکاو باشه. شینوس باور کن من به اون هیچی نگفتم، هیچی، باور کن. اون خیلی سعی کرد، خیلی سوال کرد، اما من به اون هیچی نگفتم، باور کن. با اون همه صحبت مقابل محل کار میخوای باور کنم؟ تو خیلی دختر باهوشی هستی سایه. از پناهندگی تو سفارت معلوم بود چی میخواست بدونه بهگر. هم میخواست بدونه نیلوفر کجاست. او میدونه که نیلوفر زنده است. زنده؟ تو اسم اونو میذاری زنده؟ با اون بیماری کشنده تو نباید چیزی میگفتی، نباید. مجبور شدم، وگرنه دست از سرم بر نمیداشت، همینجوری میتونستم از سرم بازش کنم. ولی ممکنه اون دوباره بیاد سراغت. اون خیلی پلیس باهوشیه، اون وقت میفهمه که نیلوفر ایرانه، اون وقته که بخواد ببینتش. اما نیلوفر نمیخواد اونو ببینه. نیلوفر چیزی به روزای آخر عمرش نمونده، از نیلوفر فقط یه شبح مونده که اونم بوی مرگ میده. همین. چه تعریف شاعرانه ای، شبح مرگ. خب نمیخوای از دوست و رفیق قدیمیت برای صرف چای دعوت کنی؟ یادم رفته بود، ببخشید. بیا.
آرزو دیدن نیلوفر رو باید به گور ببری بهگر. فکر کنم سعید فهمیده که ما شناساییش کردیم. شاید هم یه جا دیگه قایم شده. گفتم که سعید جوون باهوشیه. و اینجا خونه پدرش تنها جاییه که من ازش سراغ دارم. مادرش میگه یه دو روزی نیامده خانه، پدرش هم میگه ازش خبری نداره. خب میشد حد زد. غیر از اینجا دیگه کجا میتونه باشه؟ نمیدونم. نمیدونم. باور کنید نمیدونم. باور نمی کنی. چون شما به ما راست نمیگید. ببینید شما خانم پرستو نامزدشین، حتما از پاتوقاش خبر دارین، حتما میدونین که مخفیگاهاش کجاست، اینجور مواقع معمولا کجا قایم میشه. الان چیزی که ما بهش احتیاج داریم زمانه. زمان رو نباید از دست بدیم، هر چقدر بگذره بدتره، عاقبت سعید بدتره، میفهمی؟ نمیتونم بهش خیانت کنم، نمیتونم. ولی خانم اسم این خیانت نیست، نجاته. نجاته یه آدم بیمار که میخواد با از بین بردن خودش و خراب کردن زندگی شما خودش رو مداوا کنه. شما همه راه‌های برگشت رو به روی اون دارین میبندید. خب حالا بگید. نمیتونم. ازم نخواهید که این کار رو انجام بدم. هر طور میلتونه. ای خشکی شانس، این هم از شب خواستگاری ما. زیاد جوش نزن، پدر زنجان تن خودش سر کاره، بده و بهش میرسی. شما نمیای؟ نه، حوصله داده بیداد سرهنگ ندارم، من رفتم. نیلوفر، شما چه شباهتی؟ سلام. سلام مادر. ما اصلا متوجه نشدیم. سلام. از سارق ماشینای عروس چه خبر؟ هیچی. جناب سرنگ تصمیم گرفتن خودشون فرمانده یه عملیات رو به عهده بگیرن. به وجود من دیگه نیازی نبود. من از خانم مساعد خواستم بیاد تا در مورد تحقیق و پیگیری پرونده جلال کمکم کنه. پاسخ خیلی از سوالات ما در مطالبی است که چاپ شده. خب روزنامه‌نگارها بهتر میتونن این مطالب کشف کنن. مادر، ولی این یه موضوع کاملا خصوصیه، نه؟ منو میبخشین، ولی فکر میکردم میتونم در این مورد مفید واقع شم. یونس، خانم مساعد و پوریا معرفی کرده تا مسئله زودتر روشن بشه. ضمناً مسئله جلال، قتل یا خودکشیش اصلا یه مسئله شخصی نیست. منو ببخشید، من یکم خستم مادر، میرم استراحت کنم. بله. سلام. نه اونجا به وجود من نیازی نبود. چی؟ واضح‌تر بگین سایه چی شده؟ کی؟ چطوری؟ باشه چشم من همیاره میام اونجا. سایه چی شده؟ مرده. کشتنش تو خونش با گاز خفه شده. منم همراهتون. نه نمیخواد شما بیاید. این موضوع کم کم داره به جاهای خطرناک میکشه. اونا تنها کسی که نیلوفر میشناخت از بین برده. همش تقصیر من بود.
اون نمیخواست به من جواب بده، همش تقصیر من بود. من باعث شدم. تو حالت مناسب نیست، بذار خانم مساعد رانندگی کنه. من بی خبر نذار، نگرانم. بیداد بیداد خانم مساعد، دلم نمیخواد یونس از حرفایی که بین ما رد و بدل شده چیزی بدونه، مطلقا. چشم. من به هیچ عنوانی اجازه نمیدم که اسم این کلانتری به عنوان یک کلانتری ضعیف و نامنظم سر زبونها بیفته. بنابراین از این لحظه به بعد نظارت بر پیشرفت پرونده رو خودم به عهده میگیرم. و شما هم خوب گوشاتون رو وا کنید. فردا صبح باید این مجرم دیوانه رو دستگیر کنیم. مفهوم شد؟ بفرمایید. قربان قلندری، اینم از شب خواستگاری ما. تو که هنوز اینجی یره که. در خدمتیم قربان، بریم. تنهایی لازم نکرده، فقط به فقط با مادر بددلتان تشریف میاره. همین، مهم برم لباس معوض بکنم. چشم قربان. صدفان بهگر، افسر تجسس. هیچ کس قاتل رو ندیده، هیچ اثر انگشتی هم به جا نمونده. خیلی حرفه‌ای عمل کردن، صحنه رو جوری ترتیب دادن که حادثه به نظر برسه. یکی ملاقات من سایه رو لو داده، ولی آخه امکان نداره، چون از این ملاقات فقط من خبر داشتم، شما، مادرم و خودش. تو مطمئن هستی که هیچ کس دیگه ای از ملاقات شما مطلع نشده بوده؟ مادرتون گفتن که امروز ملاقاتی با فسوق عموی نیلوفر داشتیم، شاید اونجا. فسوق؟ آره، فسوق. تو هم بهتره که دیگه هیچ وقت سراغ سایه نری، هیچ وقت دنبال اون نری، هیچ وقت. حق با شماست، من امروز راجب سایه با وسوق حرف زدم. یعنی کار وسوقه؟ یعنی نمیتونه کار اون باشه، برای اینکه وسوق به من توصیه کرد که دیگه با سایه ملاقات نکنم. بعد اون اصلا وضع جسمانی مناسبی هم نداشت، پس کار اون نمیتونه باشه. ولی من امروز اونجا به یه چیزی شک کردم، به حضور شخص یا اشخاصی تو خونه وسوق، مثل اون مستخدمه، غلام. از آدمای اسفندیاره؟ آره، اصلا شاید کار اسفندیار باشه. نه کار اونم نمیتونه باشه. سایه همیشه از اسفندیار وحشت داشت. اینجا هیچ نشونی از مقاومت یا شکستن در یا ورود به اجبار و درگیری به چشم نمیخوره. مگر اینکه قاتل کسی بوده که سایه اون رو میشناخته و یا بهش اعتماد داشته. آره، بهش اعتماد داشته و در رو براش باز گذاشته. اونا حتی موسیقی هم گوش کردن. سلمانی؟ بله قربان. پنس. این ته سیگار مهمون سایه است که کشیده. پس مهمون پیام‌آور مرگ یه زن بوده.
یه زن؟ آره، اثر رژ لب هنوز روی ته سیگار هست. خب آخه کی؟ اون زن کی میتونسته باشه؟ صبر کنی، اپرای کارمن هم گوش دادن. کارمن اثر بیزه. اپرای کارمن؟ غیر ممکنه، امکان نداره. متوجه چیزی شدی یونس؟ نه نه هیچی. اپرای کارمن اپرای مورد علاقه. خدایا، اپرای کارمن اپرای مورد علاقه نیلوفره. یعنی تو میخوای بگی نیلوفر اینجا بوده؟ نیلوفر اینجا؟ غیر ممکن، امکان نداره. نیلوفر پیام آور مرگ. نه امکان نداره. سایه گفته بود که نیلوفر خیلی تغییر کرده. اما انگیزه ای نیلوفر برای کشتن سایه چی میتونسته باشه؟ شاید از بین بردن تنها شاهدی که از مخفیگاه اون خبر داشته. یعنی نیلوفر هنوز زنده است تو همین شهر چند قدمی من. به هر حال تاسیگار، کاست و چیزهای دیگه ای که اینجا پیدا کردیم میفرستم برای انگوشنگاری. نیلوفر کجاست؟ بهتر از اینجا بریم. کجاست؟ موندن ما اینجا دیگه فایده ای نداره. بهتش کنم. بهتر از اینجا بریم، توی را بیشتر با هم حرف میزنیم. باورم نمیشه. شما چی فکر میکنی؟ این اطلاعات میگه نیلوفر یا سربنیس شده یا یه جایی خارج از کشور متواریه. اما به نظر من این مدارک جرم عمدن و از روی حساب طراحی شده تا ذهن پلیس رو منحرف کنه. درسته. پیدا کردن قاتل غیر واقعی و دور شدن ذهن ما از قاتل واقعی سایه. قاتل واقعی کسیه که داره نقش نیلوفر خیالی رو برای ما بازی میکنه. کسی که حتی از جزئیات زندگی نیلوفر با خبره. میدونه چه موسیقی گوش میکرده یا حتی عطری که استفاده میکرده چی بوده. آره، این آدم حتما مدت زیادی با نیلوفر دوست و هم نشین بوده. ژینوس. آه؟ نامزد اسفندیار ژینوس. آره، هرچه زودتر باید ببینیم کجاست. نسیم باید یه چیزایی بدونه. سلام علیکم سلطان. سلام. تو از ژینوس چی میدونی نسیم؟ جایی که حتی تصورش هم نمیتونی بکنی. زودتر بگو ببینم کجا؟ کویر. رستوران کویر؟ باید زودتر را بیفتیم قبل از اینکه فرار کنیم. صبر کنیم. میتونم بپرسم چرا نباید بریم تو؟ نه خیر، نمیتونیم بپرسم. برای اینکه خودم هم هنوز نمیدونم. لااقل میتونم بپرسم اینجا چجور جاییه یا نه؟ اینجا یه جاییه که بهش میگن رستوران. مردم میان میشینن غذا میخورن. ولی برای ما جاییه که از طریق ژینوس میتونیم به نیلوفر برسیم. همینطور اسفندیار. سوال دیگه ای هست؟ خیلی خوب. میتونیم وارد شیم، در حین صرف غذا رفع کنجکاوی هم بکنیم. آقا شما هیچ وقت گرسنه‌تون هم میشه؟ بله، منم مثل شما آدمم، منم مثل شما گرسنه‌ام میشه، ولی نه در حین انجام وظیفه خانم مساعد. تو رو خدا انقدر سوال نکنیم، منم مثل شما دارم هلاک میشم. از چی؟
فضولی. البته منظورم کنجکاوی بود. خودشه؟ آره، ولی نباید ما رو ببینه. خانم جنوس بابا، کار شماست؟ من غلط کردم. خاک بر سرت، مأمور قانون میزنی، پدرتو در میارم. شرمندم جناب سربان، این ابله فکر کرده بلا نسبت شما دزدید. اشکالی نداره، تقصیر خودم بود. جنوس کجاست؟ من نمیدونم سرکار، اما مدتی که زیاد خودشو به کسی نشون نمیده. ما باید حتما با شرف بزنیم. اون تنها کسی که میتونه ما رو به نیلوفر برسونه. نیلوفر؟ شما میشناسینش؟ بله، قبل از مسافرت به خارجشون زیاد میمدن اینجا. چند تا دوست بودن که پاتوقشون اینجا بود. از جینوس برامون بگو. درصدی از سهام اینجا مال جینوس خانومه. سهامی که نامزدش اسفندیار خان به اسمش کرده. جینوس خانم هر چند وقت یک بار مثل امشب واسه رسیدگی به امور مالی رستوران میاد اینجا. ببین آقای، من هر طوری شده باید جینوسو ببینم. دیگه بهتره بریم. بعد از اتفاق امشب جینوس دیگه اینجا آفتابی نمیشه. اما من هر طوری شده باید پیداش کنم. باید بفهمم کجاست. دلت میخواد به کاسبیت ادامه بدی نه؟ کجاست؟ نمیدونم، اما قول میدم اگه ازش خبری شد حتما به شما اطلاع بدم. لطفا یه تلفن تماس به من بدین. حالا هیچ به دلیل دشمنی جینوس با خودتون و نیلوفر فکر کردین؟ زن ها وقتی عواطفشون جریه دار میشه چه موجودات عجیب غریبی میشه. جینوس با تکیه به اسفندیار در واقع یه تکیه گاهی واسه عقده های خودش داره پیدا میکنه. با تکیه به قدرت اسفندیار داره تلاش میکنه که یه جوری توجه شما رو به خودش جلب کنه و این تلاش تا مرز نابود کردن نیلوفرم پیش میره. نیلوفر هنوزم دوستش داری؟ با وجود اون همه اتفاقی که پیش اومده؟ با وجود این همه مدت دوری؟ با وجود اون بلایی که سرش اومده و ازش به جز سایه‌ای باقی نمونده؟ حتی اگه یه نامه خداحافظی براتون گذاشته باشه؟ نیلوفر قبل از رفتنش یه نامه ای رو همراه با مدارک پزشکی و یه سری اسناد و مدارک
مربوط به خودکشی پدرتون در اختیار یه آدم قرار میده، یه محرم، یه آدمی که نمیشناسیمش و نمیدونیم کیه تا به دست شما برسونه. اون آدمم اون اسنادو توی یه پاکت قرار میده و میذاره توی حیات خونه شما. مادرتون با دیدن اون مدارک به دلیل شرایط روحی که شما داشتین و به دلیل کاری که نیلوفر باهاتون کرده ترجیح میده که توی شرایط مناسب تری در اختیارتون قرار بده. و این اون نام هست. پیش از آنکه واپس این نفس را برارم، پیش از آنکه پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل برانم که باشم، چه راه دور، چه راه بی پایان، چه پای لنگ، نفس با خستگی در جنگ، من با خیش، پا با سنگ. نیلوفر هیچ وقت از واقعیت رنج مرموزی که از این بیماری کشنده میکشید چیزی به شما نگفت. نگفت چون میدونست که وجودتون، آیندتون، تمام زندگیتون رو تباه اون میکنه. اون مرگ زود رسشو، جوون مرگش رو دور از شما میخواست واسه یه رنج کمتر. به نیلوفر، به عشقش، به گذشتش حسودی میشه. اون خیلی باید عاشق بوده باشه که شما رو فدای خودخواهی یا عاشقانه خودش نکرده. بودن شما برای اون با ارزش‌ترین چیز زندگی بوده. من هیچ وقت چنین مرتبه والایی از عشق رو توی زندگیم ندیدم. هیچ وقت. اعتراف میکنم به روح و قلب بزرگش، به نگاه با محبت و لبخیز از درد و رنجش حسودی میشه.